خب تا اینجا با Interpersonal Social Rhythm Therapy یا IPSRT آشنا شدید و این خبر خوب رو بهتون بدم که خیلی از این روان درمانی ها که شما اینجا آشنا میشید فقط برای اختلال دو قطبی نیست. یعنی فکر نکنید که خب این فقط محدود به بیماری هایی مثل مانیک دیپرسیوه. به نظر میاد تو بیماری هایی که آسیب جدی رفتاری، آسیب جدی در روابط بین فردی وجود داره، کاربرد داره. چه افسردگی، چه اعتیاد و چه اختلالات شخصیت. خب حالا بیایم به مکتب دوم که این هم امروز خیلی معروف شده و بیشتر کتاب هایی که راجع به روان درمانی اختلالات خلقی هست به اون اشاره میکنن. روان درمانی که در شهر بولدر کلرادو در واقع در نواحی میانی آمریکاست، شهری است نزدیک در واقع منطقه کوهستانی میان آمریکا و مسطح و بسیار دشت و کوه. این روان درمانی توسط کسی ابداع شده که بهش میگن دیوید میکلوویتس. پس تا حالا با الن فرانک آشنا شدیم، نفر دوم دیوید میکلوویتسه. عکسشه؟ البته الان باید از این مسن‌تر باشه و کتابشه. این کتاب رو هم در دیویدیتون گذاشتم. اینم از اون کتاب‌های بسیار روان هست که میتونید ظرف یک هفته اون رو مطالعه کنید. یعنی کسی واقعا میخواد اکسپرت متخصص حوزه یه این کار بشه، 3-4 تا کتاب هست که همه اونا رو گذاشتم و فکر می‌کنم همش رو میتونید مرور کنید، بخونید و خواهید دید چون اورلپش هم زیاده، خیلی مناطقش مشترک هست با هم دیگه، اونقدر برای شما دشوار نخواهد بود. اسم کتابش هست Bipolar Disorder، چاپ دوم هست اینم. منتها اینو نگاه کنید، همینجا شما قسمت حساسش رو متوجه خواهید شد. ببینید A Family Focused Treatment Approach. Family Focused Treatment Approach، Family خانواده، Focused یعنی منطبق یا متمرکز و Treatment Approach روی کرده درمانی، اصطلاحاً به این FFT هم میگند. پس این روان درمانی FFT هم معروفه، Family Focused Treatment. اون چی بود؟ IPSRT، این یکی FFT، Family Focused Therapy یا Family Focused Treatment. دیوید میکلوویتس. خب ببینیم این از کجا میراث گرفته، از کجا الهام گرفته. اون یکی که یادتون هست از 2 تا چیز الهام گرفته بود، روان درمانی بین فردی و مسئله زایتگیبرها و زایتشتوررها. روان درمانی FFT از مسئله اکسپرست ایموشن در اسکیزوفرنی الهام گرفته. ما در مبحث اسکیزوفرنی راجع به این صحبت خواهیم کرد که شاید حدود 40-50 سال پیش متوجه شده بودند روانپزشکان و روانکاوا که خانواده هایی که در اون بیان هیجانی بالاست، expressed emotion بالاست، اسکیزوفرنی بیشتر عود میکنه و اسکیزوفرنی ها بدخیم تر میشند. بیان هیجانی هم معمولا همچین اجزایی داره: overprotection، درگیری بیش از حد، criticism، سرزنش، overinvolvement، این ببخشید میشه درگیری بیش از حد، این میشه حمایت بیش از حد، overprotection، حمایت بیش از حد، criticism، سرزنش، overinvolvement، درگیری بیش از حد. دیده بودن خانواده هایی که به خصوص مادر خیلی نقش سرزنش کننده داره، تو همه کارهای بچه میخواد دخالت کنه، تو همه جا سرک میکشه، یه جورایی تو هر چیزیش کار داره، چی میخوری، کجا میری، با کی تماس داری، اون کی بود، این کیه، الان داری چی کار میکنی، یا خیلی مراقبشن، تنها نرو مامان جان منم باید میام، نمیدونم داری میری مدرسه بذار من کارتو انجام بدم. یه جور به نظر میاد بچه مستقل نشده، حتی شوخی میکنن میگن حتی بچه با مامانش سربازی میره، یعنی حتی دوره خدمتش هم میبینی مامان همه چی رو داره کنترل میکنه. میگفتن در اینها اسکیزوفرنی پروگنوزش بدتره. این قضیه حالا ریشه داره و البته بحث ما این نیست که بیایم اکسپرست ایموشن رو بررسی کنیم، ولی دیوید میکلوویتس فرض رو بر این گذاشت که فرض درستی هم هست که دینامیک اختلال دو قطبی خیلی شبیه اسکیزوفرنی از این بابت، و به همین دلیل در خانواده هایی که خیلی با هم دیگه سرشاخن، خیلی به هم دیگه حمله میکنند، هاستیلیتی، خصومت خودشون رو خیلی آشکار به هم نشون میدن، یا مادر، پدر، همسر خیلی توی زندگی شخصی اون یکی دخالت میکنه،
حالا حتی اگه به نیت حمایت باشه، خیلی اون تو درگیرن، بیماری دو قطبی پیشاگهیش بدتر میشه. پس او در این درمان متمرکز بر خانواده یا فامیلی فوکس تراپی سعی میکنه که این قسمت رو اصلاح کنه، به این امید که عود بیماری دو قطبی و پیشاگهیش بهتر بشه. پس اگه بپرسن میراث دیوید میکلوویتس یا از کجا الهام گرفته، شما باید بگید از اکسپرست ایموشن، مفاهیمی که حالا تو مبحث اسکیزوفرنی ما بیشتر راجبش تو دیویدیش صحبت میکنیم. خب ارکان درمان FFT ایناست. یک، درگیر ساختن خانواده در درمان، انگیجمنت. او معتقده باید جلسات خانواده درمانی بذاریم، بیمار با خانواده بیاد و اجزای خانواده رو ما درگیر کنیم. قضیه خیلی فردی نیست، میخواییم اونا هم شرکت کنند. برای همین چه تو جلسات گروه درمانی، چه تو جلسات فردی که میذاره، میگه بستگان درجه یک، اونایی که با بیمار زندگی میکنن، باید حتما بیان و اونا هم تغییر کنند، اونا هم دینامیکشون عوض بشه. آموزش بیمار و خانواده، سایکو ایژوکیشن. پس رکن دوم این درمان آموزش دادن بیمار و خانواده است. اینکه BMD چیه؟ تأکید بر اینه که یک بیماری ارگانیکه. تأکید بر نکات مهمی مثل اینکه ببین دست خودش نیست، فکر نکن ادا در میاره، فکر نکن لج کرده، فکر نکن تنبله، فکر نکن پرروه، فکر نکن از نظر جنسی آدم منحرفه، فکر نکن هر از چنگاهی که بهش یه چیزی میگیم این میاد این بازی ها رو در میاره که نظم خونه رو به هم بزنه. این یه بیماریه، یه بیماری مغزیه که از مغز ناشی میشه و اگر درست کنترل نشه به کمک دارو درمانی و روان درمانی تبعات بدی داره. و همش هم با اینی که این نمیخواد خوب بشه و این میخواد لج ما رو دراره و این یه جورایی میخواد هرس باباشو در بیاره، نمیشه این بیماری رو توضیح داد. پس جلسات سایکو ایژوکیشن میذارن در مورد اینکه اصلا اختلال دو قطبی چیست و چه ویژگی هایی داره، چرا عود میکنه. افزایش مهارت های برقراری ارتباط، اصطلاحا میگن CET، Communication Enhancement Training، که چگونه این افراد از نظر ارتباطی دچار اشکال هم. ببین دوباره برگشتیم به منازعات بین فردی. دیدین میگم هم از همدیگه قرض گرفتن، مثلا میگه آره اینا چون خوب نمیتونن منازعات و مناقشات بین فردی رو حل کنن، خواسته هاشون رو مطرح کنن، زود با دیگران دعوا میکنن. اون دعواه باعث افزایش هیجان تو خانواده میشه، خانواده سرزنشگر میشه، خانواده شروع میکنه زور گفتن، اینم چون مهارت کافی نداره شروع میکنه پرخاش کردن و این به یک اپیزود کامل اختلال خلقی منجر میشه. آموزش مهارت های حل مسئله. پس عامل بعدی که در این هست پرابلم سالوینگ، که چگونه بتونی با امور روزمره کنار بیای، کار، دوستان، خویشاوندان، تفریح، و بتونی مشکلات رو در رو رو حل کنی. پس یه پکیج درست کرده که این اجزا توشه. منتها اجازه بدید من این پکیج رو خیلی باز نکنم، چون یه دونه پکیج دیگه هست که به نظر من از همه اینا روونتره، من اون پکیج رو باز میکنم و شما یه پکیج رو دیده باشید مثل که پکیج های دیگر رو دیدید. یعنی مثلا من پکیج بعدی رو که معرفی خواهم کرد خدمتتون تو اجزایش میرم، جلسات مختلفش. حالا جلسات اینا شباهت خیلی زیاد به هم داره و من سعی کردم اینو دیگه انتخاب نکنم براتون، ولی بدونید دیوید میکلوویتس روان درمانی فامیلی فوکس تراپی متکی بر خانواده با دخالت دادن خانواده ها و اینم اجزاشه: engagement of family members، psycho education برای بیمار و family members، communication enhancement training CET و problem solving skills training. خب میکلوویتس یک نقطه قوی داره و اونم اینه که به شدت به RCT علاقمنده. شما اسمش رو سرچ کنید میبینید ده ها RCT در مورد انواع مداخلات انجام داده و از این بابت تو همون دوره 5 ساله طلایی که خدمتون گفتم کمک شایانی کرد که نشون بده مداخلات روان درمانی کمک میکنند. من در اینجا یکی از مقالات منتخبش رو براتون جدا کردم، در 2007 چاپ شده در Archives of General Psychiatry. میدونید یک ژورنال بسیار معتبره، اون قبلی هم دیدی جورنال های خیلی معتبری بودن، BMJ، بریتیش جورنال سایکیاتری. پس وقتی تو جورنال معتبر هست یعنی بقیه افرادم به نوعی متدولوژیش رو پذیرفتن، صحت ارقامش رو تأکید کردن. اسم مقاله اینه Psychosocial Treatments for Bipolar Depression، مداخلات
اجتماعی روانی برای افسردگی دو قطبی. یک رندومایز ترایال یک ساله. این بخشی از سیستماتیک تریتمنت انهانسمنت پروگرام بوده، همون استپ که تو دیویدی های دیگه با اون لغت آشنا شدیم. استپ بایپولار گفتیم یک مطالعه خیلی وسیعه که مداخلات مختلف بیماری دو قطبی رو بررسی کرده. اینم بخشی از اون مطالعه بوده و برای همین خیلی معتبره. 293 تا بیمار رو برداشته، 163 تا رو توی درمان گذاشته، 130 تا توی کنترل. و بیمارانی بودن که افسردگی دو قطبی داشتند. فکر کنم از دیویدی درمان اختلالات خلقی یادتونه که گفتیم این افسردگی خیلی مسئله سازه. اون مانیای راحت تر حل میشد تا افسردگیه و همین در این تمرکز رو این گذاشته که ببین افسردگیه چجور میشه. 30 جلسه برای 9 ماه. پس فرکانسش هم متوجه شدید. 30 جلسه برای 9 ماه هست. تقریبا تخمینی میاد دستتون که چقدر میشه. 30 جلسه در طی 9 ماه که اومده 3 درمان مختلف رو مقایسه کرده. CBT Interpersonal and Social Rhythm Therapy که الان باش آشنا شدی و بالاخره فامیلی فوکس تراپی، یعنی اینکه مال خودشه. پس فامیلی فوکس تراپی خودش با IPSRT الن فرانک با CBT که گفتیم جان سکات و آلیسون پری داشتن، اینا رو اومده با هم مقایسه کرده در قالب 30 جلسه برای 9 ماه. خب نتایج به نظر میاد خوبه. همینجا رو نگاه کنید، در واقع میزان بهبودی در گروهی که اینتنسیو سایکوسوشال داشتن بهتر بوده، یعنی اون تعدادی که در واقع بد حال موندن کمتر شده. این تعدادی رو میگه که هنوز مریضند، یعنی خوب نشدند، هنوز ریکاوری پیدا نکردند. بعد از یک سال 365 روز میبینید که اون گروهی که با آبی نشون داده اینتنسیو سایکوسوشال اینترونشن داشتن، یعنی هر کدوم از این ستا رو داشتن، بهتر از اونایی بودن که هیچ درمانی نداشتن، درمان معمول داشتن. پس میبینید بهبودی بهتره. البته من عکس‌ها رو عمدن میذارم اینجا، چون من یک کلم بگم بهتر بوده شما نمیتونید درستون کنید بهتر بوده یعنی مثلا اینجوری بوده یا اینجوری بوده. ببینید خیلی فاصله فاجعه آمیز نیست، کمه، ولی باز معنی داره و این از اونی که از والپروات انتظار داری بهتره، یعنی میشه قبول کرد. و اما وقتی این ستا رو نگاه کردی کدومشون موثرتر بودند؟ تقریبا یه اندازه. ببینید اون قرمزه که درمان معموله، این آبی CBTه، این سبز IP در واقع سوشال ریتمه، Interpersonal Social Rhythm Therapy الن فرانک، و این زرده FFT خودشه. پس میبینید که مداخلات تقریبا تو یه رنجن. پس جوابی که از این مقاله میگیرید اینه که CBT IPSRT و FFT تقریبا یه اندازه موثرن. پس هر کدومشون رو دوست داشته باشین، تو خور سلیقتون باشه، میتونین اجرا کنین و بهتر از درمان دیگه هستن. خب احساس سلامت و خوب بودن رو خیلی مؤثر ندونسته، یعنی خیلی نتونسته احساس سلامت و خوب بودن رو تفکیک کنه. وقتی شما نگاه میکنید اون میزان سلامتی که افراد دارن، چه اونایی که تو درمان بودن چه اونایی که تو درمان معمول هستن، یه جاهایی بهتر میشه ولی خیلی زیاد نیست. اما روابط بین فردی خیلی خوب تغییر کرده. ببینید بیشترین شاخص رو ارتباط بین فردی داشتیم. پس میزان خوب بودن خیلی عوض نمیشه ولی ارتباط بین فردی تغییر میکنه. و اینم نگاه کنید بعد از 9 ماه، اینا به ماه 3 ماه 6 ماه 9 ماه، رضایت از زندگی چقدر تغییر کرده. اونایی که در واقع اینتنسیو هستند به نظر میاد میزان اختلال در زندگیشون خیلی کمتره، رضایتمندی از زندگیشون بالاتره. ولی کارکرد شغلی رو نگاه کنید، کارکرد شغلی هم همچنین خیلی از هم جدا نشده. پس اگه بخوایم کوتاه سخن اینو بگیم اینه، درمانهایی که در حد 30 جلسه باشند، یادتون هست اون مقاله اسکات کم بود 7 جلسه تا 12 جلسه، درمانهایی که در حد 30 جلسه هستند چه روی کرده اینترپرسونال باشند، چه FFT باشند، چه CBT باشند، در پیشگیری از عود موثرند، در افزایش رضایتمندی موثرند. ولی خیلی کارکرد شغلی رو و اون مجموعه در واقع
سلامت و خوب بودن رو تغییر نمیدن، ولی ارتباط بین فردی و رضایت از زندگی رو بهتر میکنن. ارتباط بین فردی، رضایت از زندگی و عهد، و اینها بهتر میشن. خب میکلوویتس کار زیادی کرده و مرتب داره منوال خودش رو ریوایز میکنه. منتها منوالی است که یه مقداری اجزای مختلف داره و حول و حوش 30 جلسه هست، و در واقع اشکالی که داره اینه که به نظر میاد خیلی شاخه شاخه داره، ولی خوبی و نقطه قوتی که داره اینه که به شدت روش پژوهش کرده و تونسته اثر بخشی اجزاش رو نشون بده. پس ما این قسمت از مکتب بولدر کلرادو این میراث خوب رو با خودمون میبریم که او نشون داده واقعا اجزاء روان درمانی تر اختلال دو قطبی بسیار کمک کننده است و نتیجه میده، و خیال خیلی ها رو راحت کرده که شک و شبهه دیگه نداشته باشن که ببین حالا شما چه روابط بین فردی، چه FFT متکی بر خانواده، چه CBT کار بکنی، نتیجه های خوبی میگیری و بهتر این رو تعبیه کنی. شدتش چقدره؟ در آورده یه چیزی حول و حوش 30 جلسه. برای چه مدت؟ برای 9 ماه. پس این ایده کلی است که اگه میخوای یه چیزی جواب بگیره، در این حد باید شما مداخلات انجام بدی. خب تا حالا پس با دو مکتب آشنا شدید، بیایم سومی رو نگاه کنیم، بارسلون اسپانیا. شهر بسیار زیبایی است، تو اسپانیا است، و این مکتب دیگری است که اون هم خیلی کتاباش پرفروشه و طرفدار داره. کسایی که اینو ابداع کردن 2 نفرن، اسپانیولیان، فرانسس کولوم، ادوارد ویتا. فرانسس کولوم، ادوارد ویتا. این کولومه، اینم ویتاست. من این رو به بقیه ترجیح دادم چون حس کردم یه ذره به فرهنگ ما نزدیکتره، یه ذره ایرانیزه است، ساده تره و شسته و رفته حرف خودشو زده، ولی البته خواهیم دید که خیلی هم با اونا تفاوت نداره. کتاب معروفش هم اینه، Psycho Education Manual for Bipolar Disorder، راهنمای Psycho Education برای اختلال دو قطبی. اینم توی دیویدیتون گذاشتم. خواهش هم اینه لااقل یکی از این 3 کتاب رو بخونید، یا مال فرانک رو بخونید، یا مال میکلوویتس رو بخونید، یا اینو بخونید. این از همه ساده تره و میتونم بهتون قول بدم تو 2 روز میتونید بخونیدش، به شرطی که انگلیسیتون روون باشه. کتابش تقریبا 250 صفحه است و کتابچه راهنماست، یعنی به شما میاد میگه با اختلال دو قطبی چه جلساتی بذارید، تو هر جلسه چیا بگید، و فوق العاده مثالهای قشنگی هم داره و مثالهاش نشون میده این 2 نفر کار کردن. به خصوص کلم مثالاش خیلی خودمونیه، یعنی تاکیدایی که میکرد، چیزایی که میگفت، دقیقاً من مریضای خودمون رو تجسم میکنم که همون حرفا رو به ما میزنن و دقیقاً همونا رو میگن. برای همین من میخوام در دیتیل بیشتر این رو توضیح بدم خدمتتون. فکر میکنم این رو اجازه بدید در این دیویدی براتون بیشتر بازش کنم. پس این مکتبش اینه، Psycho Education Group، گروه های آموزش روانی. خب مشخصات چیه؟ اولا گروهیه، این درمان معتقده باید گروهی باشه، یعنی فردی نیست، بیماران باید بیان با هم بشینند. آیا مثل میکلوویتس خانواده ها رو میاره؟ آره، ولی خانواده ها جدا. پس تو مکتب بارسلون بیشتر تاکید بر اینه مریضا جدا، خانواده ها جدا، منتها گروهی. در صورتی که میکلوویتس گفتیم این دوتا رو با هم مخلوط میکرد. چرا؟ چون اصلا اساسش درمان ای بود، میخواست ارتباط بین خانواده رو اصلاح کنه، یه نوعی به خانواده درمانی شبیه مال میکلوویتس. در صورتی که این بیشتر سایکو ادویکیشن گروهیه، پس مریضا رو جدا میکنیم، خانواده هاشون جدا میکنیم. برای مریضا تاکید داره 21 جلسه بذارید. پس حجم کار رو هم دیدید، 21 جلسه هفتگی، پس میشه چقدر؟ 21 هفته. البته یه حالت 8 جلسه ایش هم درست کرده، 8 جلسه یه خیلی کوچیکه دیگه، ولی به نظر من اونم معقوله. هر جلسه چند دقیقه است؟ 90 دقیقه. میگه توی جلسات 8 تا 12 نفر بشینند. فکر کنم این برای پژوهش یه عده خیلی چیز خوبی میتونه باشه، یعنی اونایی که حتی میگن میخوایم برای معتادا کار کنیم، شاید حتی شبیه ماتریکس میتونه باشه. ما ماتریکس هامون هم تقریبا در همین رنجه، و تعداد شرکت کننده ها میگه با 15 تا شروع کنید، میگه 15 تا ثبت نام کنید برای گروه که آخر سر 8 تا 12 تاشون میمونن، چون یه تعدادی ریزش میکنند. او معتقده بایپولار 1 و 2 رو میتونید با هم بذارید،
مهم نیست، حالا نگه که یکی بیاد بگه نه من بایپولار دو هم، من بایپولار یکم، فرقی نمیکنه. هر آدمی که دو قطبیه تو این گروه ها سود میبره و معتقده که بهتره دو تا درمانگر تو گروه باشند، یه دونه روانپزشک یه دونه روانشناس. پس معمولا یک یا دو تا تراپیست داره که دو تایی بیشتر تشویق میشه. خب بیایم ببینیم تو این 21 جلسه چیا پوشش داده میشه. حالا دوستان دقت کنید، من این جلسات رو براتون دونه دونه میگم، شما میتونید از اینها الهام بگیرید، جلسه برای خودتون بنویسید یا اینکه مثلا عین اینو پیاده کنید، که طبیعتاً عین اینو پیاده کردن چیز خوبی نیست. شما باید بتونی الهام بگیری و قسمتی رو از خودت در واقع ریوایز کنی. ولی یه ایده به شما میده که در سایکوتراپی یا روان درمانی اختلالات دو قطبی چه اتفاقایی میفته و این مبنای میشه برای طراحی کردن گروه های سایکو ادوکیشن، چه برای معتادان، چه برای آمفتامینیا، چه برای بیماران دو قطبی. و خواهید دید، بازم خواهید دید که نهایتاً تکنیک های ما به چند تکنیک محدود میشه. جلسه اول میگه در جلسه اول مقدمه و معرفی قوانین گروه، افراد میشینن خودشونو معرفی میکنند و دور میچرخه و بعد از اون درمانگر میاد قوانین گروه رو میگه. قوانین گروه ایناست، اینا تو هر گروه درمانی یا روان درمانی گروهی اینا قوانین حساب میشه. اصل اول رازداری. یعنی چی؟ یعنی وقایعی که اون تو اتفاق میفته رو برای دیگران تعریف نکنید. نرید بگید فلان کس این مشکل رو داره، نرید بگید این آقایی که اینجا تو محل کار همکار ما هم هست، گروه ما میاد، اونم مثل من دو قطبیه. یعنی نباید لو بدی که اون تو کیا بیمارند، یعنی اون تو نه، بیرون لو بدی که کیا رو اون تو دیدی و محتویات توی جلسه رو برای دیگران تعریف نکنی. نری بگی که ما در جلسه‌مون صحبت کردیم، من نمیدونستم، هیچ میدونستی این آقایی که تو محل ما هم هست این داداشش سویساید کرده مرده. اینا رو نباید بگی، این میشه رازداری یا confidentiality. تو جلسه یک درمانگر میاد اینا رو دونه دونه فهرست میکنه و بعد مثال میزنه. دو، حضور، attendance، که بستگی داره. مثلا کلوم معتقده، ما معتقدیم باید تمام 21 جلسه رو بیاد و کلن 5 تا غیبت بیشتر نمیتونه بکنه. پس کلوم معتقده 5 تا از 21 میتونی غیبت کنی. اینا دست شماست. شما میتونی بگی 3 تا از 21. ولی فکر می‌کنم دیگه از 5 تا بیشتر نباید اجازه بدی افراد غیبت کنن. یا تا 10 دقیقه تأخیر رو قبول داره، 30 دقیقه تأخیر رو اختیار میده. ولی بالای اونو دیگه معتقده که طرف باید یه جور تصمیم به نظم بگیره. مسئله وقت شناسی، سر وقت بیاد، سر وقت بره. شما 90 دقیقه است. نباید زودتر بیای، زودتر بری. و نه اینکه دیرتر بیای، حد اکثر 10 دقیقه میتونی تغییر داشته باشی. ساعت حضور فیکسه. احترام به دیگران، نباید به کسی توهین کنی، تمسخر کنی، علائمش رو مسخره کنی یا اینکه اگه حرف شما رو نمیپذیره بهش خشم نشون بدی. پس عامل ریسپکت کلی توش مثال زده که چجوری مثلا به هم احترام میذاریم. یه نفری حالا داره حرف میزنه، حرفش رو قطع نکنیم، این یک بدیهیات روابط اجتماعی است. پارتیسیپیشن، اصرار داره که همه مشارکت کنند. پس آدم منفعل اون تو نداریم، یکی که نشسته و فقط مثلا حرفای بقیه رو گوش میده. میگه شما هم باید بالاخره به سهم خودت یه قسمتایی رو بگی، یه چیزایی رو مطرح کنی. نمیشه ما مستمع آزاد باشیم اونجا نشستیم. تکالیف، بنفیت، باید یه سری کارها رو بری بیرون انجام بدی. مثلا ازت میخوان چارت کنی، بنویسی، فعالیت‌های روزمره‌ت رو فهرست کنی. حالا ممکنه نتونی همش رو انجام بدی، ولی بالاخره باید یه کارهایی بکنی. نمیشه فقط بگی من این 90 دقیقه رو میشینم دیگه هیچ کار دیگه‌ای نمی‌کنم. و کلوم معتقد معاشرت خارج از گروه معنی نداره، هرچند تشویق نمی‌کنه. نمیگه حالا رفتین بیرون با هم دیگه تلفن‌هاتون رو رد و بدل کنید، مهمونی بذارید، با هم برید قهوه بخورید اینا. میگه بهتر این کارو نکنید، ولی اگه کردین جرمی نیست، ما خلاف شما کاری نمی کنیم، که شما حق ندارین با هم دیگه رفاقت کنید. تو بعضی از گروه درمانی ها این قانون وجود داره، میگه بیرون گروه با هم دیگه رفاقت نباید بکنید، نباید با هم دوست بشید، ولی اینجا میگه منعی نداره. ببین یه ذره من آروم برم جلو، خوب فکر کنید. خواهید دید که خیلی گروه ها عمقی نیست، تکنیکا تو بیماری های دو قطبی خیلی تو عمق نمیره. حالا خواهیم دید.
هدف از جلسات موارد زیر نیست. درمانگر توضیح میده ببین اومدین اینجا هدف این نیست که پیگیری و مطرح ساختن مشکلات کودکی بشه. نه اومدی اونجا بگی من بچه بودم مامانم همیشه منو اذیت میکرد، من پدرم کتکم میزد، من تو کودکی مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفتم. هدف بازگو کردن بدبختی های گذشته و کودکی نیست. نمیای از اینی بگی همیشه مسخره میشدم، تو مدرسه لکنت داشتم، حقمو میخوردن، خجالتی بودم. چرا؟ میخوام این ایده رو بهتون بدم، میخوام بهتون بگم که روان درمانی اختلالات دو قطبی، اونی که امروزه مده، اونی که مثل این کلوم و ویتا طرفدار داره، سطحی تر از روان درمانی های دیگه است. این با روان درمانی که شما برای اختلال شخصیت بوردرلاین میذاری خیلی فرق داره. روان درمانی که برای اختلال شخصیت وابسته میذاری خیلی فرق داره. معتقد ما به کودکی کاری نداریم. حالا شما ممکنه بگی نه من قبول ندارم. خب آره میتونی برای خودت روان درمانی ابداع کنی، ولی تو روان درمانی ایشون به کودکی کار ندارن. منطق حاکم بر این چند تا روان درمانی که ما الان صحبت کردیم اینه که خیلی به گذشته و ریشه بیماری ها نمیپردازن. باز کردن تروماهای زندگی، مثلا از دست دادن برادرم خیلی تروماتیک بود، اونی که نام زدن به هم جواب نداد خیلی تروماتیک بود، اینکه ورشکست شدم خیلی تروماتیک بود، در اونجا قرار نیست تروماهای زندگی مطرح بشه. پس میبینی خیلی سطحی تره، نه کودکی نه تروما. بیرون ریختن و به اشتراک گذاشتن هیجانات، کسی قرار نیست اونجا گریه کنه، کسی قرار نیست بغض کنه، کسی قرار نیست مرثیه بخونه، کسی قرار نیست بگه زندگیش چقدر سخت بوده. میبینی یه جور سانسور و بستن هیجانات حاکمه. پس مدلش رو دارین، ایدهش میاد دستون. کودکی رو نمیگیم، بدبختی همونو نمیگیم، اونجا گریه نمی کنیم، بغض نمی کنیم. یه جور اون صحنه هایی که شما ممکنه تو فیلم های سینمایی ببینی که وسط گروه یکی یه دفعه اشکش باز میشه، یه دفعه خاطره دردناکی از کودکی میگه، بعد گریه میکنه، بعد بقیه میان بغلش میکنن و به جمع خوش آمد میگن و بعد طرف یه جور آروم میشه و بعد از اون خوب میشه. این اون مکانیزم نیست، اونجوری نیست. و مطرح کردن تناقض ها و مشکلات درونی که آره من نمیدونم یه آدمی هستم تو زندگی سکشوالم این مشکل رو دارم، یه آدمی هستم سر بزنگاه تاریخی مثلا حقمو نتونستم بگیرم، یه آدمی هستم که پسیو اگریسیوم، اینا رو نمیگیم. پس میبینی عمق شخصیت رو نمیگیم، تروما رو نمیگیم، کودکی رو نمیگیم و هیجانات رو نمیگیم. یه جوری گروه از این نظر بسته است، تو عمق نمیره، تو دیتیل نمیره. خیلی گروه سطحی تره، خیلی دوستانه تره و کمتر این اطلاعات بازگو میشه و توش پر از بازی و حالت‌های نشاط‌آوره. و حتی خود کلوم تاکید داره که بدون اینکه منجر به تمسخر یا مسخره کردن کسی بشه، تاکید عمده رو این دارن که شوخی توی گروه مطرح میشه و بازی میکنن. مثلا یه بازی که او معتقد خیلی قشنگه، راست میگه، تو گروه درمانی، برای اینکه تو گروه درمانی معتادا اینو انجام میدیم، یه سرگرمیه که همون اول هم به شوخی منجر میشه، هم یه ذره چالش داره، هم افراد یه جور رو هم تمرکز میکنن. داستان اینه، میگه دور هم میشینید تو صندلی، نفر اول خودشو معرفی میکنه، نفر دوم بعد از اینکه خودش رو معرفی کرد مشخصات اینو میگه. دقت کردین؟ مثلا این میگه من اکبر هستم، از فلانجا میام، مغازه دارم و الان مثلا 37 سالمه. و این میگه که خب حالا تو اگر تونستی علاوه بر اینکه خودت مشخصاتو بگو، اسم اینم بگو. بعد همینجور میری جلو، نفر سوم حالا اسم این دوتا رو بگو، نفر چهارم حالا اسم این سه تا رو هم بگو. ببین هم همبستگی میره بالا، هم دقت میره بالا، هم بازی دیگه. این وسط ها یکی یادش میره، شما کی بودی، شما مرداد بودی، شما حسین بودی، شما اکبر بودی، شما شاهین بودی، چجوری این اسامی در واقع میچرخه. و این بازی خودش یه مثلا 20 دقیقه گروه رو پر میکنه که وسط این یارو بلد نیست، خب حالا بلد نیست از اول دوباره بیا معرفی کن، تا همه اسامی همدیگه رو یاد بگیرن. میبینی هم یخ گروه رو آب میکنه، هم یه بازیه، هم دقت بقیه رو میبره بالا و هم یک تمرین شناختی است. برای اینکه بیمارانی که بیماری دو قطبی دارن خیلی میگن حافظمون میپره و اسم یادمون نمیمونه و اینا. پس وقتی به اون بیچاره نفر 12 برسه، باید 11 تا اسم دیگه رو تو ذهنش باشه و ممکنه مثلا نیم ساعت تمرین ببره که نیم گیم باشه. حالا اگرم نتونست، خب اصراری نیست که حتما اونجا متوقف بشه، ولی یک تمرینی برای اینکه هم اسم بقیه یادتون بمونه، هم تمرکز کنی، هم میذاره بخندین دیگه. این یادش میره، میگه شما این بودی، نه شما این بودی، و این جلسه میره. مثالی که تو گروه چه خبره، نیمینگ گیم. پس این شد جلسه اول. قوانین رو میگن، خودشونو معرفی میکنند،
گفتیم راجب مشکلات و بدبختی ها و گذشته و ترومای زندگیشون چیزی مطرح نمیکنن. اینا گروه های سبک سایکو ایجوکیشن. جلسه دوم ببین آموزشیه. جلسه دوم روزوم میکنن اختلال دو قطبی چیست. درمانگر شروع میکنه یه توضیحاتی راجب بیماری دو قطبی دادن. حالا گوش بدید، اینا توضیحاتی است که در سایکو ایجوکیشن مرسومه. اولا تاکید روی مغز و بیولوژی است. در این نظام ها تاکید بر اینه که اختلال دو قطبی یک اختلال بیولوژیکه و از مغز ناشی میشه. ممکنه شما بگی من قبول ندارم، من معتقدم اختلال دو قطبی به کودکی ما برمیگرده، به روان ما برمیگرده، به زیر ساخت روابط اجتماعیمون برمیگرده. میتونید، ولی دیگه تو این نظام نباید کار کنید، برید یه جور دیگه کار کنید، یه درمان دیگه ابدا کنید. توی این نظام اینو خواهم داد، گفت این خرد فعلی حاکم بر روان درمانی اختلالات دو قطبیه. هم میکلوویتس اینو میگه، هم الن فرانک اینو میگه، هم اسکات اینو میگه، هم آلیسون پری اینو میگه، همه اینایی که تو این حوزه کار کردن اینو میگن. میگن وقتی میخوای آموزش بدیم، ما باورمون اینه، به مریضامون میگیم یه بیماری مغزی بدنیه، نه ریشه در ترومای کودکیت داره، نه در عقده حقارتت نقش داره، نه آدلری نگاه میکنیم، نه لاکانی نگاه میکنیم، نه به ارتباط معیوب پدر مادرت ربط داره، هیچ کدوم از اینا نیست. یه جای مغزت دچار پرکاری کمکاری شده و اون باعث میشه شما دچار علائم بشی. پس رویکرد اول مغز اورینتد، برین اورینتد و بیولوژیک اورینتد هست. میگه سعی کنید یه دونه مغز بکشید، عکسشو نشون بدید، اسلاید نشون بدید، جاهاشو بگید و بعد مثالایی بزنید که مثلا اینجا تعادل شما رو کنترل میکنه، اینجا بیناییتونه، اینجا یه قسمتی خیشتنداری و خلقتونه و گاهی اوقات ممکنه این قسمت پرکار بشه یا کمکار بشه و شما این بیماری ها رو دوچار بشید. مثلا همچی اسلایدهایی نشون بدیم، بگیم ببین کارهای قسمتهای مختلف مغزه، بعضیا این قسمت مغزشون پرکار میشه، پرحرف میشن، بیخواب میشن، بعضیا کمکار میشه، کم انرژی میشن، یه گوشه میفتن. پس آموزش اولیه رو اینجوری شروع میکنیم. BMD بیماری دو قطبی is a biologic brain disease، بیماری مغزی زیستی است. خب بعد میای پیش داوری ها رو به بحث میذاری. این قسمت آموزش بود که درمانگر میگفت، ولی در نظر بگیر مثل کلاس درس نیست، افراد باید بیان بگن. تو قسمت بعدی جلسه دو میاد اینو میگه، میگه بیا پیش داوری ها و باورهای غلط راجع به بیماری رو بگید. شما بگو، شما بگو، به نوبت هر کسی یه دونه به اشکال در مورد بیماری رو بگه، هر کسی یه باور غلط در مورد بیماری رو بگه، هر کسی یه اسطوره در مورد بیماری رو بگه، بعد یه نفر بیاد اینا رو پای تابلو بنویسه، بیایم ببینیم چقدر راسته. یعنی یه بازی اون تو شکل میگیره که بیایم بچه‌ها اون چیزایی که غلطه راجع به بیماری بگیم، ببینیم چیا هست که مردم میگن ولی غلطه. خب طبیعی است که درمانگر، اون روانپزشک، روانشناسی که اونجاست، آموزش دیده، میدونه بیماری دو قطبی چیه و اونا رو اصلاح میکنه. اینا بعضی از باورهای غلطه که من اینجا مثال زدم، اینا برگرفته از خود کتاب کلم و یکی دو تاش از جاهای دیگه است. مثلا اینکه فکر کنی افسردگی یا بیماری دو قطبی به دلیل ضعف اراده است. اینا در این حال بیانیه رسمی این نظام درمانی هم هست. یعنی شما ممکنه بگی آره بعضیا معتقدن که افسردگی یک مشکل اراده است. آره هستن. ولی جاشون اینجا نیست. تو این درمان نیست. اون یه جای دیگه است. که ممکنه اگزیستانسیال تراپی بکنه، بگه اصلا به پوچی رسیدن، به اینی که نمیتونی هدف زندگی تو پیدا کنی، برای همین دوچار اختلال خلقی میشه. آره اونا مشروعن، ولی نه تو این نظام. سوء تفاهم نشه، شما میخوای گروه های این مدلی بذاری، بحثو به اونجا نمیکشونی، میگی بیماری اراده نیست، این افراد در بیماری خود مقصرند، تقصیر خودته، از بس فکرای منفی میکنی، تقصیر خودته، همش هیجان داری، تقصیر خودته، نمیخوای یه جا بشینی آروم بگیری. پس اینم یه باور غلط دیگه است. این بیماری نشانه نبوغ است. اینا ببین بیانیه های رسمیه که تو مکتب کلم داره رد میشه. مثلا این نشونه نبوغ نیست. راست میگه، من اینو تو مریضای خودمون دیدم. به خصوص خانواده هاشون. فکر کن یارو از بس ریاضی کار کرده، از بس مخ ریاضی بوده، آخر سر اینجوری شده دیگه. خیالات برش داشته، دانشمند شده. یا اصلا میگن نبوغ و این جنون دو روی یه سکن. راجب اسکیزوفرنی هم میگن. نه، والا همچین نبوغی نیست. پس به خودت نناز. چون مهمه. چون بعضی از بایپولارها وقتی میرن تو فاز هیپومانیک
حس میکنم این حرفایی که داریم میزنیم بدیهیاتیه که به ذهن من رسیده، به ذهن بقیه نمیرسه چون نابغه نیستن. یک هوش سرشار دارم و من از بس باهوشم اینجور شدم. ما اینو زیاد میشنویم، چه تو خودشون چه مادراشون. من فکر کنم از بس باهوش بود اینجوری شد. این میدونی باهوش بود و بعد مطالبو خیلی عمقی حلاجی میکرد، درنچه این بیمار رو گرفت. یکی از چیزایی که باید باش بجنگی، آقا ربطی به هوش و ریاضی دانشگاه شریف رفتی و اینا نیست. یا مثلا هومیوپاتی تو درمان اون موثر است، موثر نیست دوستان عزیز. من بعد رژیم غذاییمو درست کنم و یه چیزایی بخورم درست نمیشه. اون داروهایی که روانپزشک بهت داده موثره. تمام این بیماری ریشه در وقایع کودکی دارد که باید حلاجی شود. آره این دیدگاه خیلی مرطرفدار اونها نیست، به دلیل مطالعه زیاده. حالا ایرانی بخوای بذاری میتونی چند تا چیز دیگه هم بذاری، مثلا به دلیل مستوبیشن زیاده، به دلیل مثلا زن نگرفتن، مجرد موندن، اینا نیستند. پس تو جلسه دو علاوه بر اینکه درمانگر میاد توضیح میده یه بیماری مغزی زیستیه، میاد توضیح میده که این بیماری به این دلایل نیست و این فهرست رو میتونن چارت کنی، میتونی بزنی دیوار و توی در واقع مانوئل شما جلو برید. خب معتقده که ما باید حواسمون باشه که ممکنه شما یه آموزش خوب راجع به روانپزشکی دیدی، ولی اکثر مردم مثل شما به راحتی شما مسئله دو قطبی رو نمیبینن. این باورهای غلطی که اینجا گفتیم تو خیلی از مردم هست، راست میگه. دوستان عزیز، دستیاران عزیز، روانشناسای عزیز، مریض که میاد پیش شما یه سرگرمی خوب میتونه آموزنده هم برات باشه. این سوالو از خانوادهشون بپرسی، فکر میکنی چرا اینجوری شده، فکر میکنی چرا مریضت مانیک شده. و جالبه جوابایی که اونا میدن زمین تا آسمون با آموزش‌های شما فاصله داره. مثلا برمیگردم میگه من فکر کنم این محرومیت زیاد کشته آقای دکتر. این میدونی همیشه دلش میخواست براش مثلا چیزای خوب بخریم، لباسای خوب بخریم، باباش نداش بخره، این بچه عقده‌ای بار اومد. بعد الان این علائم عقده‌ای بودنش که خیالاتی شده، فکر میکنه مثلا یه زمین داره 100 میلیارد میارزه، میگه این بدبخت از بس محرومیت کشید اینجوری شد. یا مثلا این همش رویا پردازی میکرد، از این داستانهای تخیلی میخون، بعد کم کم من فکر کنم دیگه باور کرده، فکر میکنه که از چشش اشعه میاد و قدرت کنترل داره. یعنی مردم باوراشون با ما خیلی فرق داره. این سرگرمی رو حتما انجام بدید، از مریض ها بپرسید، از مریضان از بستگانش بپرسید، فکر کنید چرا اینجوری شده و ببین چه چیزهای عجیب غریبی رو به شما تحویل میدن. حتی یه چیزهای خیلی عجیب غریب، نمیدونم پدرش مثلا از کافی به این محبت نکرده، یا وقتی که مثلا من اینو حامله بودم من خیلی با باباش مشاجره داشتم و این باعث شده این اینجوری بشه. خب پس اینا اون باورهای غلطیه که ما باید اصلاح کنیم. معتقدن شما این کار رو بکنید، بر جنبه بیماری بودن و مبانی زیست شناختی اختلال دو قطبی تاکید کنید. هی مرتب بگید این بیماریه و دو قطبیه. حالا دوستان عزیز ببین، من 100% با اینا موافق ممکن نباشم، اینا بیانیه من نیست. من دارم به شما آموزش میدم دیدگاه های کلوم رو، دیدگاه های سایکو ادویکیشن رو، این مکاتب فعلی غربی رو. ممکنه شما بگین که آخه همه چی که زیست نیست، بالاخره اجتماع تاثیر داره، بالاخره آره، ولی اون اینا معتقدن فعلا باید اینجوری اپروچ کنید. من دارم درس اینا رو میدم، دیدگاه شخصی نیست. من سخنرانی نمی کنم، دارم درس میدم. بیش از تاکید بر علائم روانی، بر علائم داخلی و طبی اشاره کنید. یه درس مهمه، یه بار دیگه براتون میخونم، دقت کنید. بیش از تاکید بر علائم روانی، بر علائم داخلی طبی اشاره کنید. یعنی چی؟ یعنی بگید یه بیماریه که خودشو بیشتر با بیخوابی، خستگی، پرتحرکی، بیقراری، کاهش انرژی نشون. اینا میشه علائم داخلی طبی. یعنی میخوان ببین مدیکالایزش کنند. اصطلاحا میگن سعی کنید به زورم شده یه کاری کنید که بی ام دی شباهت پیدا کنه به دیابت، به فشار خون، که مریضان راحت تر طبی پزشکیش ببیننش. حالا شما ممکنه بگید نه من مخالف این دیدگاه باشید، ولی فعلا تو این دستگاه اینو میگه. پس میگه علائمی رو که خیلی پررنگ میکنید تو این بیماری برای خود بیمار، خانواده، ایناست. بیخوابی مثلا میگه یه بیماریه که علامت اصلیش اینه شبا خوب نمیتونی بخوابی. یه بیماریه اینه که همش پرتحرک میشی، یه جا نمیتونی بشینی. یه بیماریه که همیشه احساس خستگی داری، احساس کمبود انرژی داری. و نیاییم بگین یه بیماریه که علائم اصلیش پرخاشگریه، یه بیماریه که علائم اصلیش بدبینیه، یه بیماریه که علائم اصلیش ستیزه‌جوییه، خود بزرگبینیه. چرا؟ چون معتقدن وقتی روانیش میکنی مردم اتوماتیک میرن طرف این چیزا.
میگن که خب آره دیگه معلومه دیگه، یه آدم لجبازه، این میخواد تلافی بابا رو دراره. پرخوشگری هم که گفته علامتش اینا همونه دیگه. آره دیگه این یه آدم مشکل داره، به تفلکی عقده حقارت داره، در نتیجه زده خود بزرگ بینی میکنه. میگن برید طرف علائمی که پزشکیه و خونساست. راست میگه. ببین بیخوابی، پرتحرکی، کاهش انرژی علائم خیلی بدنامی نیستند. پس وقتی داری آموزش میدی بیماری دو قطبی چیست، میگه یه بیماری پزشکی داخلی با مبانی زیستی که از مغز ناشی میشه و علائم اصلیش نمیتونی خوب بخوابی، پرتحرک میشی، یه جا نمیتونی بشینی، انرژیت زیاد میشه، انرژیت کم میشه. و در کنارش ممکن علائم دیگه باشه که ایناست. و از علائم جنجالی مانند افزایش فعالیت جنسی، هذیان‌های غریب، افکار خودکشی و مرگ به عنوان هسته بیماری اجتناب کنید. اینا تو آموزشتون گرا رو داره بهتون میده. هی روی اینا زوم نکنید. مردم میگن اوه پس چیز عجیب غریبه. اوه یعنی چی؟ یعنی یارو مثلا در روز 5 بار سکس میکنه. اوه یعنی مثلا یارو فکر میکنه که مثلا از مغزش اشعه ساطع میشه. اوه یارو همش میخواد دیگرانو بکشه، اینا خطرناکن. بیشتر روی اینا زوم کنید. در جریان آموزش بیمار و خانواده، علائم پزشکی، کمتر اینا و تا میتونید از اینا اجتناب کنید. پس این درس بعدی ما، آیا قابل درمانه؟ چقدر ارثیه؟ کی مقصره؟ آیا شرایط کودکی در ایجاد اون نقش دارن؟ اینا سوالاییه که اونجا به بحث میذاری. آیا قابل درمانه؟ جوابهای بیش از حد خوشبینانه نباید بدی. اینکه خوب بشی تا آخر عمرت نیا سراغت یه ذره بعیده، چون شما دیدید بیماری عود کننده است. میگی قابل مدیریته. یعنی وقتی این سوالو مطرح کردن میگی یه بیماریه که اگه درست درمان بشه، که درمان شامل دارو و روان درمانیه، میزان عودش خیلی کم میشه، میزان آسیبش خیلی کم میشه و احتمال اینکه به سطح زندگی معمول برسی وجود داره. ولی اینی که یه کار کنیم که دیگه نیاد سراغت یه ذره نامحتمل است. پس باید مدت طولانی با بیماری خودت مدیریت کنی، مدارا کنی. اینا سوالات مهمه. چقدر ارثیه؟ میدونید که واقعا ژن بایپولار بالاست. ولی وقتی ارثی در ایران مطرح میشه، مثل همون بارسلون، مسئله تقصیرم مطرح میشه. اوه پس این از خانواده باباش اینا رو گرفته، عموش هم اینجوریه. اینا واقعا همشون مریضن. یه جور سرزنشاش پیدا میشه. پس باید نگیم اینجوری که حتما منتقل میشه. میگیم ریشه در ژن، ریشه در بیولوژی داره، ولی اینجوری نیست که حتما ناشی از اون باشه. بخشیش از اونه، یک استعداده. اینا رو شما در مبحث روانپزشکی یا بیماری خلقی یاد گرفتید. کی مقصره؟ مثل هر بیماری طبی دیگه است. اگه خوب از اینا مراقبت نکنی، درمانشون نکنی، بدتر میشه. پس شما مسئول درمان و مراقبت از او هستید. ولی اینی که کسی کار خاصی کرده که این اینجوری شده، نه. اون روز پدرش سرش داد زد، یا اون دختره بی وفا گذاشت رفت، اینا ممکنه شروع کنندش باشن، ولی مقصری اصلی نیستن. و چقدر در شرایط نقش داره؟ خب کودکی ناآرام نقش داره، آدم باید کودکی خوبی داشته باشه، ولی قطعی نیست. فکر نکن تقصیر اینه که این مدرسه دولتی بد رفته بوده. یعنی یه جوری این بحثا رو باید با سواد خودتون بتونید بچرخونید. من اینجا نمیخوام اینا رو جواب بدم، اینو جواب دادن به امینا کلی نکته خاص داره. خب جلسه دومی بود. جلسه سوم، عوامل ایجاد کننده و شروع کننده. عوامل ایجاد کننده و شروع کننده به نوعی یک مبحثی هست که سواد تئوریک شما رو میخواد. به این معنی شما باید بگید که حواستون باید باشه که برخی عوامل هستن که بیماری رو شروع میکنند. مثال، یه هفته اینو فرستادیمش سربازی، رفت تو پادگان، نگهبانی داد، بشین پاشو بش دادن، بعد مانیک شد اومد. خب این عامل شروع کننده هست، ولی معنیش این نیست که اون عامل مقصره. این فقط یک تریگر بوده. در جلسه سوم تمایز گذاشتن بین علت و تریگر کار. این در همین مبحث خیلی اهمیت داره. یعنی به نوعی به شما کمک میکنه اینا رو از هم جدا کنید. میدونید این عوامل استعدادی است، ولی ممکنه یه شب بیخوابی عامل شروع کننده باشه. ما این رو در مباحث بیماری های خلقی داریم. شما باید نقش ایجاد کننده، استعداد
و اون عاملی که اون لحظه باعث شروع شده رو به بحث بذاری. جلسه سوم به اون اختصاص داره. در جلسه چهارم علائم بحث میشه. علائم مانیا و هیپومانیا که بیماران خودشون بدونن چیه. و اون دستور رو هم به خاطر داریم که سعی کنید راجع به علائم خونسای بدنی تاکید کنید. مثلا لجبازی علامت بایپولار هست، ولی مهم نیست. مهم اینه که شما علائمی ساده تر رو مطرح کنید، مثلا افزایش فعالیت. این فهرستی از علائم بیماری مانیاست. ببینید شایع ترین علامتش افزایش فعالیته و شما میدونید افزایش فعالیت increased activity در 100% دیده میشه و یه تقریبا یه عامل کم خطر و کم بدنامیه. مثلا شما بگید من یه بیماری دارم که علامت اصلیش افزایش فعالیته و در جریان این بیماری خلقم خیلی شاد میشه و نیازم به خواب خیلی کم میشه و پرحرف میشم. این ببین خیلی معقولتر، قابل شناختتر، قابل ردیابیتر از اون حالت پیچیده‌ایه که یه بیماری دارم که در اون یه جوری احساس بزرگی میکنم، احساس میکنم مغز همه رو میتونم کنترل کنم و به همه یه جور بدبین میشم. میگن سعی کنید علائمی ساده، علائمی بیولوژیک و علائمی خونسا رو مطرح کنید. دروغ نمیگید ولی بیشتر اونا رو برجسته میکنید. پس به همین دلیل به نظر من کاهش خواب و افزایش فعالیت اصلا دو علامت خیلی بدنام نیستن، دو علامت خوشنامی هم هستن. میگه آقا بیماری دو قطبی چیه؟ یکی ممکنه تفسیر بد کنه، یه بیماریه که فکر میکنی خداوند شدی، فکر میکنی داری بهت وحی میشه، تو خیابون لخ میشی و میخوای با همه سکس کنی. خب این هم استیگماش رو زیاد میکنی هم پیچیده ترش میکنی، در صورتی که خیلی ساده تر میتونی بگی یه بیماریه که از مغزت ناشی میشه و در این بیماری معمولا خوابت کم میشه، پر حرکت میشی و زیاد حرف میزنی و این به دلیل پرکاری قسمتهایی از مغزته که بخشش ژنتیکیه، بخشش ناشی از عوامل بیرونه و اینم باید مثل هر بیماری دیگه درمان بشه. پس سیاست و شعار ما در این سیستم اینه. اینم فهرستی از علائم در واقع مانیاست که شما بخواید تو دیویدیتون هم تو سیدیتون هم هست میتونید نگاه کنید. خب پس جلسه چهارم آشنایی با علائم مانیا و هیپومانیا. جلسه پنجم بحث در مورد علائم افسردگی. خب شما میدونید که 90 دقیقه جلسه رو فقط با یه دونه اسلاید اینجا پر نمیکنید. اینجا فرض کنید علائم افسردگی، تک تک اینها رو ببخشید اینجا به بحث میذارید. هر کسی بیاد علائمی رو که تو دیگران دیده، تو خودش دیده بگه، بگه در اون اپیزود من واقعا خوابم کم میشد، در این یکی اپیزود من پر حرف میشدم، توی این یکی اپیزود من فکرم یه حالت خاص داشت. ولی سعی میکنیم بیشتر روی علائم جنرال و ارگانیک صحبت کنیم. جلسه پنجم مسئله افسردگی، یعنی میایم مشابه اون علائم افسردگی رو به بحث میذاریم. در مورد خودکشی سیاست محافظه کارانه در بر بگیرید. این یه شعار کلیست. ببینید من این رو اصلا یه اسلاید جدا کردم. وقتی تو جریان آموزش بیماری دو قطبی هستید، سیاست محافظه کارانه در برابر مسئله خودکشی در نظر بگیرید. یعنی چی؟ اون دوستانی که دیویدی خودکشی رو دیده بودن دیدین ما به تفسیرهای مختلف رو آوردیم، حتی به نظریه چویس پرداختیم، اشاره کردیم که هر انسانی مختاره، هرچند این کار ممکنه منطقی نباشه و هر انسانی حق نداره که حق جان خودش رو بگیره، ولی احساس کردیم که در جریان روان درمانی درمانگر قرار نیست بیمار رو به خاطر افکار خودکشیش تخطئه کنه یا به بیمار تذکر مستقیم بده. این جمله رو میگه که بیایم ریشه یابی کنیم افکار خودکشیت رو. و حتی گاهی اوقات در بعضی از روان درمانی ها حق بیمار برای اینی که جان خودش رو بگیره محفوظ شناخته میشه. میگیم درسته، این جون مال خودته، هر کاری دوست داری میتونی باش بکنی، ولی بیا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که این جون خودت رو نگیری. این یادتون هست گفتیم به دیدگاه مشارکتی یا تعاملی در مورد خودکشی مطرحه، که در واقع از قبل ما نمیگیم خودکشی منفور و مذمومه و هیچ کس حق نداره خودکشی کنه. میایم امپاتی میکنیم و سعی میکنیم بیمار رو درک کنیم. حتی گاهی اوقات این رو مطرح میکنیم که آره اینی که میخوای خودتو بکشی بالاخره جون خودته، حق خودته و خودت میدونی، ولی من معتقدم راههای دیگه هم هست. اما وقتی صحبت از بیماری دو قطبی است میگن اون دیدگاه اون یکی رو در نظر بگیرید.
اگه دیویدی رو خوب یادتون باشه، دیدگاه چی بود؟ اقتدارگرایانه، که اگه علائم خودکشی دیدی مقتدرانه میای مداخله میکنی، بستری میکنی، بیمار رو جدا میکنی، دارو بهش میدی. معتقدن در بیماران دو قطبی سیاستتون باید این باشه. یعنی با بیمار نمیای تفسیر کنی که خب اینم یه آلترناتیو در زندگیه. بعضیا حس میکنن رنج زندگی اینقدر براشون زیاده که میخوان خودشونو بکشن. شاید تو هم از اونایی. بیا ببینیم ریشه رنجت چیه. نه، اینجوری برخورد نمیکنیم. دیدگاه اقتدارگرایانه است. دیدگاه اقتدارگرایانه اینه وقتی علائم خودکشی رو دیدی مداخله میکنی. دیگه تفسیر نمیکنی. پس سیاست ما در بیماران دو قطبی، روان درمانی دو قطبی در مورد مسئله خودکشی سیاست محافظه‌کارانه است. خب جلسه پنجم راجع به علائم افسردگی بحث میشه. جلسه ششم سیر و پیشاگهی، یعنی کمک میکنیم بیماران سیر و پیشاگهی بیماری رو درک کنند. مطالبی مثل اینکه این بیماری عود کننده است، این بیماری دوره‌های مختلف داره، ممکنه شما افسردگی تجربه کنی، ممکنه مانیا تجربه کنی، ممکنه در دوره‌های از بیماری شما علائم مخلوط تجربه کنی، ممکنه در برخی از زمانها شما خلق طبیعی باشه. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به درک این سیر اینه که از تک تک بیماران بخواید لایف چارتشون رو رسم کنن. لایف چارت چیه؟ این خط خلق طبیعی است، این خلق مانیا است، این خلق افسرده است و این پایینم زمانه. و بیماران رسم میکنن که یه دوره‌هایی مثلا مانیک بودیم، یه دوره‌ای افسرده بودیم، یه دوره‌هایی طبیعی بودیم، یه دوره‌هایی دوباره مانیک شدیم. گاهی اوقات در جریان مانیامون این زبدر یعنی سایکوتیک بودیم و هم میتونی حتی این چارت ها رو خیلی دقیق تر رسم کنی. مثلا در این چارت قسمت هایی بیایی زمانی که دارو مصرف میکردی، زمانی که بستری شدی، زمانی که اقدام به خودکشی کردی، همه اینها رو توی چارت قرار بدیم. پس در این جلسه این مطرح میشه که این بیماری سیر داره، مراحل مختلفی رو طی میکنه و مهم بیماران اون رو ثبت کنه. یه نکته‌ای که کلم به اون اشاره داره و نکته قشنگی اینه که بیماران فکر نکنند قراره که یه آدم سالم خلقش همیشه اینجوری باشه. این یه باور غلطه. متاسفانه تو بعضی درمانگرا هم هست. فکر کن آدم طبیعی خلقش طبیعی خط صافه. همه ما بالاخره یه نوساناتی داریم و اونا طبیعیه. چون بعضیا ممکنه فکر کنن که آقا امروزم یه ذره پکرم، دیروز یه ذره شاد بودم، این باز بیماریمه. نه، این مقدار نوسانات هست. برای همینه که میگن اینجا رو ببینید همیشه اینجوری رسم کنید، خط صاف رسم نکنید، دوره‌های خوبش رو، که طرف دیگه همیشه خودش رو بیمار نبینه. این تراپیزود یه دوره‌هایی هست که سالم بوده. این نکته قشنگیه که هیچ انسانی رو خط صاف نیست. مهم اینه که در شدتش جوری نشه که خیلی آزاردهنده باشه. و آزاردهنده هم بیشتر گفتیم با کدوم علائم نشون بدیم؟ علائم بدنی و فراگیر، پرحرفی، کمخوابی، بیقراری، تا اینی که مثلا علائم پیچیده روانی باشه. خب تا اینجا 6 جلسه رو دیدیم. مجموع این 6 جلسه شباهتی به هم دارن به غیر از این. دقت کردید؟ بیشتر شناسوندن بیماریه. بیماری چیه؟ علائمش چیه؟ سیرش چیه؟ چرا ایجاد میشه؟ به مجموعه اینها میگن illness awareness. پس اینا تکنیک illness awareness. نگاه کنید. مانیا چیه؟ افسردگی چیه؟ علائمش چیه؟ سیرش چه شکلیه؟ چی باعث میشه آدم مانیک بشه؟ میخواد مانیک بشه چه علائم پیدا میکنه؟ بعد چه شکلیه که بعضی ماها اینجوری هم بعضی ماها اونجوری نیستم؟ اصلا این بیماری ارثیه؟ مال اراده است؟ مال مغز؟ مال معده است؟ مال کجاست؟ به مجموعه این مداخلات در روان درمانی میگن افزایش illness awareness. پس هر جا شما دید توی پکیجی میگه ما 3 جلسه illness awareness کار میکنیم، یعنی اینا مثالایی که اینجا دیدید. پس افزایش illness awareness یکی از ارکان روان درمانی هاست که ببینید نقش پررنگی هم در روان درمانی کلومویتا داره و 6 جلسه از 6 جلسه 5 جلسهش به اون اختصاص داره و معمولا هم اوائل شروع میشه. برای خانواده هم بذاری همینه. حالا شما فکر کن میخوای همینو برای مریضای شیشه ای بذاری، میگن جلسه چی گذاشتی؟ 3 جلسه گذاشتی illness awareness. شیشه چیه؟ علائمش چیه؟ چی میشه مردم استفاده میکنن؟ رو کجای مغز اثر میذاره؟ بعد مثلا وقتی قطعش میکنی چه اتفاقایی میفته؟ به اینا میگن illness awareness.